مخاطبان عزیز سلام و عصرتون بخیر. با یه برنامه دیگه در خدمت آقای دکتر کرتون تظاهری، متخصص جراحی پلاستیک، امور زناشویی، مشاور خانواده، امور جنسی و خلاصه متخصص هر چی که فکرشو بکنین هستیم. آقای دکتر سلام و به برنامه ما خوش اومدید. سلام سلام سلام، فداد شم، عجب جیگری رو گذاشتن که با من صحبت بکنه. هی کل نگو، آب نباد، فقط خوشگله. هر وقت که تونستی یه سری به مطب به من بزن، بذار یه دستی به سر گوش سینهات بکشم، یه خورده داره شلوبر میشه. آقای دکتر، خانمی از ایران ایمیل زدن، گفتن که الان یه سال خورده یه که ازدواج کردن، اما شوهرشون حتی یک بارم با ایشون نزدیکی نداشته. دلش چیه؟ چی کار باید بکنه؟ عزیزم، همینطوری که نمیشه گفت. یا شوهره اصلا نمیتونه سکس بکنه، یا اصلا نمیخواد سکس بکنه. خب این دوتا با هم خیلی فرق میکنه. یه بیماری هست که فارسیشو نمیدونم، من فارسیم زیاد خوب نیست، اما بهش میگن ویدینگ درس فوبیا. همش هم تقصیر این خیاطای لباسای عروسیه، خدا لعنتشون کنه. ببخشین، تقصیر کیا؟ خیاطا دیگه عزیزم، همینایی که لباس عروس میدوزن. فداتشم. ببین عزیزم، من 7 بار عروسی کردم. دفعه اول فقط 20 سالم بود، تازه از سربازی برگشته بودم. میدونی تو سربازی به آدم کافور میدن. کافور میدونی چیه؟ نه آقای دکتر، نمیدونم. کافور یه چیزی درست ضد وایگرا. وایگرا که میدونی چیه؟ بله آقای دکتر، میدونم. کافور یه چیزی که بهت میدن که میل جنسیت کم بشه، که به جای اینکه بری پشت جبهه، نپری پشت همقطارای سربازه. خلاصه اومده بودم تهران، این اثر کافور رفته بود. یک موجود حشری عجیب و غریب شده بودم. هیچ کدوم از دخترای محله از دست من قصر در نرفتن. خلاصه این بود که بابام تصمیم گرفت که برای من زن بگیره. ببخشید آقای دکتر، اینا چه ربطی به مشکل این خانم داره؟ ربط داره عزیزم، ربط داره خوشگلم، ربط داره عشق من، فدادشم. یه خوده صبر کن، یه خوده دندون رو چیزت بذار، بذار که من بقیه قصه رو برات بگم. این عروس یعنی همین زن من یه لباس عروسی پوشیده بود که 1000 تا طبقه داشت، طبقه پشت طبقه. دفلک خودشم نمیدونست که کدوم طبقه است. آقای دکتر، خدا مرگم بده، این حرفا چیه میزنین؟ این کار فارسیتون خیلی بد شده ها. باید بگین عضو جنسی، عضو تناسلی، اندام تناسلی. حالا هر کوفتی چه فرق میکنه؟ حالا مهمونا که رفتن، ماها رفتیم تو حجله. من حشری باز این لباس ساب مرده عروس رو در بیارم. 60 دکمه داشت، هم از جلو هم از عقب، اونم دکمه های پارچه‌ای که باز کردنش کار حضرت فیله. هر کدومش 5 دقیقه وقت میگرفت که باز شه. 6 تا زیپ داشت. خیاطه هر جایی که یه چاک، سوراخ، چه میدونم قاچ پیدا کرده بود برای محکم کاری 3 تا زیپ گذاشته بود، اونم زیپایی که همش گیر میکرد و باز نمیشد. تازه بعد از اون همه جون کندن فهمیدم که 20 تا از این دکمه ها فقط برای دکور بود که اصلا باز نمیشد. خدا بگم این خیاطای لباس عروس رو لعنت بکنه. لباس عروس باید ساده باشه، فقط یه زیپ، اونم از جلو از بالا تا پایین داشته باشه که وقتی که بکشی پایین بتونی کارتو سوت انجام بدی. چی که این همه دکمه و چه میدونم زیپ میذارن برای لباس عروس. خلاصه انقدر طول کشید که نفهمیدم چی شد. صبح که بلند شدم دیدم هم خودم خوابیده بودم، هم همه جاهای دیگم. خب آقای دکتر، این خانم باید چیکار کنه که میل جنسی شوهرش بهش بیشتر بشه؟ عزیزم، تو تا حالا تو حیاتتون مرغ و خروس داشتین؟ بله آقای دکتر، داشتیم. تو دیدی که روزی چند بار خروسه میپره رو مرغ و ترتیبش میده؟ بله آقای دکتر، دیدم. حالا بگو میدونی که چرا چند بار خروسه میپره رو مرغ؟ نه، نمیدونم. برای اینکه مرغ وقتی که داره دون میچینه همه جاش معلومه،
خب خروسه میبینه حشری میشه دیگه. تا حالا دیدی که یه مرغ شورت پاش باشه؟ نه واقعا تا حالا دیدی؟ گربه ها که راه میرن همه جاشون معلومه، همینه که گربه های نر میپرن رو گربه های ماده. تا حالا دیدی که یه گربه شورت پاش بکنه؟ خب واسه همینه که گربه نره وقتی که همه جای گربه ماده رو میبینه خب میپره روش دیگه. خانمان باید همین کارو بکنن، باید یه جوری را برن تو خونه که همه جاشون معلوم باشه. همینه که شوهرها حالی با حالی میشن و میان سراغشون. خیلی ممنون آقای دکتر، با برنامه دیگه در خدمت شما خواهیم.